چی میگن؟ ترخو. فروختن ترخو. شهرستانی؟ رایت؟ یه نفر خونده. رایت از کجا بودی؟ یه از کجا بودی؟ تنبالا رایت 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 میشه خوند اما رایت نیست رایت یه نفر دیگه هم خونده رخود شهرستان رخود شهرستانی که در سنگ نوشته های داریوش به نام روخج از اسیاد شده در بلوچستان و پشتونستان امروز برای نزدیک قندهاره جاشه خب، و خود این نام اشتباه نمیشه شد به درست چه پر شما میبسن بخونید این رو روحام این من اوائلی که من مینوشتم دیگه خودم پروایی نداشتم که درستش میبسن هرچی که اونجا نمیشه شد بود منم مینوشتم ولی خب حالا که دیگه اگه که دافیاب کنم درستش میبسن روحام علتش چیست؟ این رو بابشی ندارم شهرستانی رخود، روحامی تلفظ گوترزان گوترز که در شاهنامه به نام گوترز آمده در نویسه های آشوریان به نام گوتیون و قوم گوتی ازش میاد شده همون در حقیقت تیری بودن که در خوربران، کردستان، لرستان و آذربایجان و پهلوان بزرگشون هم بودرز بود که بودرز در شاهنامه خیلی نقش داره و پس از تو سپه سالار ایران شد و مدت زیادی هم به رئیس انجمن نهستان ایران در بجور کرد و لر و آذربایجانی از اون اصلا بفهمید همون هاتی نیستن؟ هاتی؟ هاتی توی یه کتاب سینوه هاتی گفته شده کتاب سینوهه افسوده های مغز زدالا مسئولی همش نه گوتی گوتیوم به تصریح گوتیوم اومده در این مشته راه شده مون که الان در لرستان که اینجا نور داره کسی هست نور باشه در لرستان یه قوم خیلی بزرگی هستن گوتوند هستن نامشون گوتوند مثلا سکوند داریم که بگن آنها سکوند یعنی اینا بابسته به سکو هستن گوتوند یعنی از فرزندان گودرز هستن بود. هنوز داریم. مغز گرامی خودتون رو به خوندن نوشته های زبیل و محصولی یعنی گرفتار نکنید. حیفه حیفه. خیلی انسان عجیب بوده. واقعا نابغه بوده. باید خب همش چندش های دو دراز من اول نمیم یه خانم شاعر بود. من گفت استاد شما خواجه تاجدار کنید. من تو خانم من وقت ندارم این را خوب بود هی استاد حیف از شما یعنی فرمایش ها نفرمید شما باید اینجور که به کدام خانم این کتاب بزینه همه این باز اکان هم از سوریه و من میشناسه میاد خواجه تاش دار تیمور لنگ یا سوال نداشته از خودش دونه کتاب هم گذاشته بعد این کتاب کجا گم شده کجا پیدا شده حالا من ترجمه کردم نه اینطور نیستم اون گوتیوم یا گوتی هست گوترز کرد پرد آم گاس گاس این نگاه هم به معنی جا هست هم به معنی زمان هست پتان گاس کاش یعنی که او آس 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 خب دو نفر کنن آسپورت این تلفظش فقط نادرسته و چون نمیدونید اشکال نداره اسپورت چی سر سخت بکنیم
یه نفر خونده. خب نمیشه اونم خونده، اما او نیست. نه یعنی پهلوان. در اوستا نره، نره بیتی، یعنی شجاعت پهلوان. از این واژه نریمان رو داریم که در اصول نعیری مناقب یعنی شجاع اندیش. وقت از این واژه بو نره داریم، بو یعنی خوب، نره یعنی پهلوان، پهلوان خوب، یعنی انسان شجاع. حتی از این واژه نایریکا داریم، نایریکا یعنی بانو، بانوی شجاع. نایریکا در پهلوی شد نایری، که الان ارمنی ها به زنشون میگن نایری، نایر میگن حتی. اونا خیلیش ارمنی ها شدن که میخواد زنش روز بگونه نایر جان. اکه از همین دیش هست، یعنی پهلوان. بعد کم کم به مرور زمان این هنره، هنر تغییره. خود نر تبدیل شد به موجود مذکر، هنره هم تغییر شکل داد. مثلا میگیم اونجا که افراسیاب به پیران میگه وقتی که میژن رو بخوشین اونها میگه ندیدی که از این دختر بدهنر به سر من چی مورد دختر بدهنر منیجر رو درمیگه دیگه که بیژن رو تو کجارو گذاشته آورد تو کاهش اون وقت شعر داریم که عیب می جمله رو گفتی هنرش نیز بطور میگیم هنر رو در برابر عیب قرار داده همونطور اومد جلو تا اواخر قاجاریه و اوائل پهلوی یک وزارتی بود وزارت اسم اولش رو بیاد ندارم تعلیمات و اوقاف و صنایع مستظرفه یعنی کارهای ظریف کاری این صنایع مستظرفه تبدیل به هنر و امروز ما فقط همین باشه از بزرگ هنر یعنی همین صنایع مستظرفه رو بهش پی میبریم در حال که واژه در اصل چیزای دیگه بوده اون وقت در تاجیکستان الان به هنر به معنی همین صنایع ظریف میگن نازوکی و خب الان که شما تو آپارتمان دیگه هیچ نازوکی دیگه نمیبینید ولی مثلا همین اندازه سقفی کنارهای سقفی دایره رو زدن این اسمش بود نازوک‌کاری گشکار رو مدن گشکاری میکردن بعد آخر یه نازوکاری هم میکردن یعنی کار هنری داره هنوز در نازوکاری معنی خود چونی گرداشت خب حالا نری یه ای بذارید بعد از من ای بخونید حالا نری تور یعنی پهلوان توران خب چیز گونه های مختلف بخونید دیگه آها یه نفر خونده اوجت چند نفر رو گوش کردن اوژتن یعنی زدن و کشتن که در فارسی در واژه شیروژن باقی مونده شیروژن یعنی چی؟ یعنی کسی که شیر رو میکشه خب اوژت اوش بله یبگو رو خوندید، حالا بقیه چی؟ خاکان که اولیش از کجا بوده؟ خاکان خاکان یعنی خاقان یبگو خاقان یعنی یکی از یه نام تورانی یبگو خاقان خامنه اونجا در فارسی خاقان شد خب هچ آنمو اون ببره چی نمیشه شده؟ خوب حال رو بکنه ستوو ستوو یعنی ستوه بخواستی ستوو بکرد
یه نفر بوده. تو تو به من نگم کنی اونجا نگم کنی این کرد؟ بکرد. خب شهرستان رخوت را همین رخوت گفتم که در نوشتهای داریوش به صورت روخ گفتم یا نه؟ شهرستان رخوت را روحان گودرزان ساخت بدان جایی که از پورچ پهلوان تورانی را بکشت و ایگر خوابان را از آنجا به سطوحانی یعنی به سطوح بریخت.